Hi, sweetheart. Oh, hi. How you doing? Good. You are such a beautiful girl. Thank you. Do you know what is that? What is that? این $1000 کیلو گم شده است. باورت میشه؟ واسه همین دیگه فارسی کلی کم، فارسی نتونست. دیگه نتونست دیگه. من از سری قبلی اینقدر پولدار شدم دیگه رفتم دوباره چرا دوباره $1000 هزینه کردی؟ احساس میکنم عزیزم به این قرار فشار بیاد چون خیلی کوچیکه. خیلی ابعادش واسه $1000 هزینه کردم. امیدوارم آیتمای خوبی تیش باشه. آماده ای بازش کنی؟ بزن بریم. بزن بریم. سلام تو چطوری نفر ادیکسم و خیلی خوش اومدیم به ویدیو جدید. دوباره اومدیم با یه دونه کوله پشتی و کیف گم شده. این سری $1000 هزینه کردم ولی واسه یه دونه کیف کوچیک‌تر فرستادم. خب چرا؟ خوش به حالی که با آرزوت رس نمیدونم. احساس می‌کنم جدیداً فرهاد میره مثلا قیافه کیفا رو نگاه می‌کنه. مثلا اگه آره شیک‌تر که ببین تو کلا عاشق اسپورت بگی دیگه. سری قبلی نایکی باز کردیم. سوت کرد. تو آدیداس شما. ببینیم توی آدیداس چیه. قبلش هم کمتر از نایکی بچه ها نایکی بازه ها. نه من آدیداس باز نیستم. گوه میخوریم. منم نایکی پسندم ولی گفتم الان آدیداس هم باز کنیم آدیداس بازا دلشون نشینه. تو کامنت ها بنویسید که نایکی باز یا آدیداس باز. لایک کامنت سابسکرایب انگلیسی هم کامنت انگلیسی یادتون نره. بزن بریم. دو عدد زیپ داره این کوله. یکم میاری من یه نگاهی بندازم اجمالی توش. بچه ها اولین آیتم کفش. این چیه؟ نداری رومیز کسیف با کسیف؟ نه نوه کفش نوه. نوه؟ چون کفش نوه آدیداس. بابا باریکلا. نه نمیشه. فرق قشنگ سایز پای من. نه شم این خیلی گنده است. پای اسب این خیلی گنده است. سایزش 44ه. بچه ها 44. من 42 نیمسم. من 43. نه دیگه تو بعضی اوقات 44 هم اندازه میشه. یه پا بزن. کفشای چیزو میپوشن 44 اسپورت. این خیلی گنده است. اصلا کفش نو درآوردی الان نمیخوای امتحان کنی؟ من جوراب ندارم ولی بچه‌ها شما بدون جوراب کفش نپوشید خوب نیست. بذار بپوشم. آه پامو بذارم توی این کفش زیبای آدیداس. به به. آه شام بزرگه. شست پام اینجاست دیگه. نه این شست پات پاتو جمع کردی. پاتو بچا کامل اندازه. آ نمیخوام آدیداس پام کنم. چرا؟ یه جوریه دیگه. شام دیگه. خودت من دیدم یه سری تیشرت آدیداس میپوشی. شام یه زمانی اون ما دو سه تا تیشرت آدیداس گرفتیم پوشیدیم دیگه. شام دوست دارم این احساس میکنم واسه دویدن ها توی ساحل و جای کثیف من دیدم. کفش رانینگ خیلی خوبن واسه دویدن. من داشو دیس آدیداس رو میدم. من دارم از خرزوگی میترکم. واقعا فرها خوششانسه. بدون قیمتش چقدر این مدلش؟ اسم مدلش چیه؟ آدیداس کلاود فلیر. کلاود فوم. کلاود فوم. کلاود فوم کامفورت. سایز 44. اوه قیمتش هست $120. به به. $120 از $1000. اشتم شروع خوبیه. از همه الان قلب بذارید. اصلا همین که نو بود به نظر من خودش $100 میارزه. واقعا اشتم نو نو فکر کنم این فقط یه خانم دکتری بوده تا دم در کوچه. بابا این کفش پسرانه است چه خاصه. آقا بریم سراغ بعدی. یا علی تیشرت سین که علامت این سین کارداییه که حالت پوینت همون توش جمع. پس یعنی یه طرف کانادایی بوده چون فکر کنم سین کارت فقط تو کانادا باشه درسته؟ شاید تو آمریکا هم باشه. چون که خارج از کشور زندگی میکنم یا سین کارت به نظر من این لباس فرمه. یعنی اینکه طرف کارش مثلا همین بوده. یه جایی بوده که به سین مربوط میشده. آفرین مثلا از این کارتای سین کارت شاید صادر میکرده مثلا واسه مشتری ها. قسمت کاستومر سرویس. شورت اسپانو هم در آوردیم که من قیمت اینا رو در بیارم. اسپانو شورت اصلا نشیدم همچین برندیو. ایشون شاید یارو اسپانیایی بوده. نه بابا چرا حرف داره. چقدر اسپانو شورت؟ قیمتش $18. $18 پول شورت یارو بوده؟ آخه این لباس زغده ای. $18 پول اینه؟ شاید یه قابلیت خاصی داره. ایکس لارج هم هست. 90% از بامبوه. شورت بامبو. خیلی شورت راحت. میدونی که میگن معلف تشکایی که خیلی راحت از بامبو ساخته شده. بامبو که چوبه اشمان راحت نیست. این شورتش از بامبو بود. آقا اینو بزن ببین چه هم میارزه اشمان. بزن اول سایزش رو در بیارم. لارجه. کفشش هم 44 بود. شورتش ایکس لارج بود. نه ندیدم ایکس لارج بود. آره زبود ایکس لارج. یه ذره با هم نمیخورد. بکنم اینجوری بوده یا سایزش نه پاهاش خیلی گنده است. به نظرم یه پسر مثلا 15-16 ساله از اینایی که ولی خیلی قدشون یهو بلند شده. آقا چی میخورید؟ شما
بچه 15 16 ساله انقدر استخون میتره. حالا هم تو ایران ما پسر قد بلند خیلی داریم، هم اینجا بچه ها این پسر بچه کانادایی واسه اینجوری بنده. من پسر دایی خودم 2 متره. آقا اینجا واقعا همه بچه‌شون بلنده. آره 2 متر خطشون. بشن بزن ببینیم این چقدر میارن سین. بزن سین تیشه. چقد اصلا فروشی نباشه این عشقم ها. بابا این اصلا سین برندش نیست. ایمن او رو بزن. ایمن او گولد. ایمن او. قیمتش 8 دلاره. 8 دلار. ببین این احتمالاً میگم یه لباسی بوده مربوط به محل کاش. بریز بقیه رو بیرون ببینم. خب چقد؟ یه لحظه صبر کن. 18 دلار 8 میشه 25 120 145. از تمام جیغ ها و دیستورتی های کامرا هایی که میکروفونی که ازتون ایجاد شد عذر میخوام. وای این مدلش من وای بچگی آرزوم بود بخرم یه جیشاک. اولین آرزوم بود که بخرم یه جیشاک. آقا من یه دونه جیشاک نقره ای دارم. من فکر کنم الان دیگه کسی جیشاک نمیندازه یا هنوز رپرها میندازن نمیدونم اشم، ولی ساعت خفنیه بچه‌ها. ساعت جیشاک کاسیو میسازه اگه اشتباه نکنم. خیلی معلومه مدل 5146. خب بچه‌ها این دستم کردم ببینید چقدر خوشگله. توش نظر اینه برنزه. چرا میگن جیشاک؟ چون نسبت به شاک لرزش افتادن ویبره به نسبت به همه اینا مقاومه. بچه ها ساعته جیشاک آفرین زده آبن تا 10 سال براتون میمونن. خیلی خفنه. یعنی تو اینو الان باز کن بزن زمین. واقعا یارو هم اینجوری زده زمینی الان اینجوری شده شنکم بچه ها. ظاهرش به هم ریخته. خیلی ظاهر گنگی داره. میخوای تو دوربین یه بار از نزدیک هم میخوام بهتون نشون بدم اینو ببینید. من خودم بچه ها یه دونه نقره شو دارم واسه تو یکم کلاسیک تر. این دیگه جیشاک خیلی اسپورته. مال من بچه ها اینه. مال من خیلی خوشگل تره واقعا. اشم مال من خیلی شیک تره. ببین مال تو هم خیلی خوشگل. مال تو این چیزاش هم داره دیگه. این مال من LCD شکم چیز داره و نه این حالت دیجیتالی داره دیگه. میدونی این مال چیه فیولش؟ مال من با نور خورشید شارژ میشه ساعتم، ولی این با باتری احتمالاً. مطمئنی؟ شاید اینم همینطوره. نه باید میدونم. آقا اونایی که جیشاک بازن همه تو کامنت ها بنویسن جیشاک و همه وقتی که میخوان برن یه ساعت اورجینال بخرن اولین ساعت اورجینالشون هم جیشاک. پسرا دیگه. پسرا آره. خیلی پسرا. دخترا چی میگیرن ساعت؟ دخترا آهان نه چیز توی ایران اومگا. اومگا خیلی دخترا دوست دارن و رولکس هم خیلی دوستن، ولی اومگا رو خیلی بیشتر. دخترا خیلی خوب دوست دارن. ببین این قیمتش هست 250 دلار با تکس. 250 دلار قیمت اینه؟ آبی آره دیگه عزیزم. من ساعت خودم فکر کنم همین 300 دلار باشه. فکر می‌کنم اینم باشه. 250 دلار قیمت نوشه، ولی اینم خیلی ترتمیزه دیگه. یارو تو جعبه هم نگه داشته قشنگ. به هر حال چه شود ساعت. اصلا عیدت مبارک. عیدیه. هر چی در میاری مرسی. نه چه وضعشه آقا. من اینو میفروشم هر کی میخره میذارم مزایده. خب چقدر شد؟ 140 به اضافه 250 میشه چقدر؟ 290 390 ایتور بنویس 400 5 دلار توش کرد 400 دلار بریم واسه ادامهش. آتش بعدی؟ این چیه دیگه؟ فلکسیبل پیس میدیوم هولد. آه از این اکساس بچه ها، از این استایلینگ های مال آقایون، مال مو بچه ها، موهاشون رو اینجوری نگه موها رو خامه داری میزارم. ببینم توشو توشوش هم میخوای باز نکنی زده مسی لوک، یعنی حالت آشفته و به هم رخ مسی شاید حالت چیز لیونل مسی نه. آقا بریم بعدی. این چیه؟ موزر بچه یه موزره که اینجاش هم دندوناش هم شکسته. دندوناش شکسته. موزره که دیگه تو استفاده نکن بهداشتی نیست. آره بچه من روشنش هم نکنم ها بکنم اینیم سال بینم. نه روشن کنی موهاش میریزه بیرون. خب بچه برند هتکر خب بزن دیگه اشکال هست. یک دو سه سالمه. او التاچ چیزی داره LCD داره. خب به نظرت این چقدر میارزه؟ برندش چیه؟ هتکر. هتکر بزن هتکر RFC 669. من یه سوال از شما آقایون دارم. شما موزه میخری چه مدت استفاده میکنید؟ من مثلا یادم بابام یه دونه داشت مثلا 3 سال 4 سال. مرسی استفاده. فرهاد هر موزه که میخره 2 روزه خرابش. فیلیپس هم 2 سال دارم. حالا یه آخریه چینی بود. خراب
خراب شده. یه دونه ما دوباره تو میسری باس باز کرد. اونم خراب کرد. قیمتش 70 دلاره. 70 دلار پول اینه؟ احتمالاً یه سری چون دیدم مثلا سیم و اینا بوده ولی بقیه چیزاش نیست دیگه. نه اشرام نداره چیز دیگه. اینجا یه دونه پاور بانکه. ببین کیف نداره. پاور بانک هم دروردی. تا الان چقدر شد؟ حساب دستت در 70 دلار اضافه 400 دلار 470. خیلی زخم بود حساب کتاب. پاور بانک سونی. سونی سایکل انرژی اشرام 3000 وات. این وات نیستا. قیمتش هست 20 دلار. 20 دلار؟ آره. خب میشه 490 دلار ایشون. اینم که دیگه اصلا ارزشش بچه‌ها. واقعا ما الان اینا همه با هم شدن 490 دلار. دیگه 500 دلار. 500 تا به اون 10 دلار مثلا بگیر. کارت مبریک. کارت مبریک. قماربازی اشرام. این مطمئنم قیمتش خیلی زیاد نیست. ببین ما یه دونه از قیافه کارت من سری میفهم. ببین یه مدل ما باز کردیم. تو خود برو بیارش. ما یه دونه کارت خفن پیدا کردیم. بچه کیم بهترین برند کارت. الان فرهاد میاده. بچه اینو توی اولین میستری باکسی که باز کردیم در آوردیم. یادش بخیر. کوالیتیشو میبینید یا حالت دوندونی داره. ولی این چرمه. بچه خشک خشک این کارت. یعنی یه حالت خشکی نه بعدا. یعنی بعد میبینی وقتی تا میکنن آره. دوباره برمیگرده. ولی اینا نه. اینا از اینا خام شدن. الان اینجا شه زر خام. خب اشرام بلدی بازی کنی؟ چی میخوای بازی کنی؟ 21 بلدی بازی کنی؟ آره بذار با همین کارتای مبریک بازی کنیم. با مبریک بازی کنیم. با مبریک بازی کنیم که قشنگ نیست ولی خب با کارتای مبریک منظورم. قیمتش از 17 دلار. 17 دلار پول اینه. ولی اون کیما 80 دلاره. آ کیما رو هم بزنم تو جیبم بچه‌ها. اینا رو بعد ازش بگم بزن زیر بالشتم شب وقتی میخوابم. بچه‌ها سرباز با 2 یعنی عددش 2 میگم 22 24 4 ایس هم 11. آره آس منظور. آره اگر ایس بهش میگم. اگر بشی 21 بردی تو. بالای 21 بشی باختی. بدم بیا. خب تایی منم؟ آره برو بس خودم. اگه 21 شدی بردی ها؟ من 21 شدم. بردی دیگه نمیگی چرا؟ واقعا 21 شدم. 17-21 قردیس خوش شانس بزنید تو کامنت ها. خیلی عشقم واقعا با تو نباید کازینو مازینو این بازی اینجوری کرد. چرا دیگه اتفاقا منو باید ببری کازینو؟ نه منظور در مقابلت. میری پول ببری. حالا عشقم اگه اون سورس پول من باشه همه رو باختی. باشه ما بریم کازینو حتما. خب عشقم این مر که کلا تمام شد. بریم اون مر ببینیم چی پیدا آیفون پیدا کردی. آقا آره آیفون. بابا آیفون 6 فرها هشت موقع گوشی اقل بابا 6 چیه این آیفون 7 نه خیر 6 این آیفون 7 پلاسه دی بی شرط دادن آقا سر چی آقا آیفون 7 پلاسه عشقم شرط چی سر چی سر 10 دلار خیلی زیاده الان فقط یه 10 دلاری دارم نقد کردم 10 دلار میگیرم 10 دلار منو میخوای برداری این آیفون 7 پلاسه بزن مدل 1661 خوش نزده چند نمینویسه رو اپل بعد این آیفون 6 چه دروغ میگی 7 پلاس نوشته چند دلاره درست گفتی چند دلاره 250 دلار 250 دلار موبایل در ببینید کوالیتیشو سالمیشو ببینید بزن به شارژ شارژرشو داری؟ شاید حالا باتری داشت خوب بزن بعد بزنی به شارژ یه سوال فرد الان مثلا آیفون 15 اومده دیگه سیستم عاملای iOS روی مثلا یه سری اپلیکیشن و برنامه رو این جواب هم نمیدونم چه جوریه الان تو کنم iOS آپدیت میده مثلا الان آیفون 4 هم حتی دیگه نمیشه استفاده کرد من بعید میدونم سیستم دیگه آره بعد همون تماس و اینا شد آقا اینو زدمش تو شارژ یکم واسیم بچه ها یه قول میخوام بدم به بچه ها اگر این موبایل روشن شد دقت کنید اگه روشن شد توی کامنت ها بنویسید من موبایل رو میخوام میدمش به یکی از بچه ها اگه روشن شد اگه نشد که دیگه اشنا به چه دردی میخوره آخه من فکر کنم اصلا به درد بچه ها نخوره چون آیفون 6 هم آیفون 7 پلاس چرا میزنید تو سر ما هی میگم 6 یادم 250 دلار پوله نه 7 اوکی میخوره من اصلا توی دنیای دیگه هم هی دارم میگم خفنه هر کسی بیشتر کامنت بذاره شانسش بیشتره ولی میگم اگه روشن شد نشد بعد میگه هی فرا تو نه دادی موبایل قیمتش
قیمتش خب توی سایت تلکام سایت ایرانی رفتم الان 7 پلاس رو میفروشن البته 128 گیگ نمیدونم اون چند گیگ میفروشن 8 میلیون و نیم. خب بچا اگه اشتباه نکنم 490 بودیم حدودا اگه یالا شو کنه تو واسه تو مینویسه به اضافه 250 دلار تو سودیم عشقم دیگه الان در اومد دیگه چقدر شو 600 و 750 دلار 750 500 به اضافه 250 یه 10 دلار کم میشه 740 دلار به همین راحتی. بریم سراغ ادامه داستان. این ها خودش اینجاست. هارد اکسترنال هارش اکسترنال اسلیم دی وی دی. آ نه چیزه دی وی دی رایتر از ایناست. آ منم دارم از اینا. از این رایترای دی وی دی قدیمیه. دیگه من الان لپتاپم چون سی دی نمیخوره سی دی دی وی دی نمیخوره. نمیخوره اکسترنال میذارم. ولی دیگه کی دی وی دی استفاده میکنه خوبشم. اکسترنال فقط هارد اکسترنال. نه عشقم واسه دی وی دی و اینا هم میذارن عزیز دل. آره دیگه تا خودم هم یه دارم ولی این چقدر پورت داره اینجا شما بچا این بره ولی بعد بزنید تو برق که بتونید درش بیاری بچا ایسوس و واسه دی وی دی رایتره. بعد یه چیزی هم روش نوشته نوشته که آن لیمیتد وب استوریج داره واسه 6 ماه میتونید دیتا یا اگر چیزی دارید بخواد بتونید آپلود بکنید. این یه نه قدیمیه از تایمش گذشته. بزنید چقدر میارزه پردیس قیمتش اگر اشتباه نکنم اینجا اگه همون باشه 80 دلار. به نظر چیکار بوده؟ به نظرم عشقم دانشجو جز این که باباش پول میگرفته یه ورزشکاری بوده که ورزشکار نمیدونم آخه با اون کفش آدیداس فقط میتونی بری باشگاه دنبل بزنی بری یه دنبل بزنی با لپتاپ سی دی رایت کنی یه دانشجوی به نظرم یه دانشجوی که تا آها یه دانشجوی که یه شغل مثلا ساعتی گرفته خب یه یارو عزیز دلم با این گجت های قدیمی آیفون 7 خب همون من احساس کنم این تو سی مثلا چیزای کارت بانکی و اینا کار میکرده مثلا اونقدر شاید پولدار نبوده ولی مثلا مامان باباش باشه احتمالش هست. بچه حدس بزنید که این یارو چی کاری بود اینجوری واسه تون در میاد پاراگاهان ایکس ری و پردیس و فرهاد. خب اینم که شد 740 بز گفتی 80 دلارش هم در مال من نزد هزینه کردم واسه این 70 دلار 70 تا 740 بز و 70 810 خب اشم چیزی نمونده تا 1000 تا به این دو تا هم بیاری بیرون 1000 دلار میشه دیگه بعید نمیشه قرص اونم قرص یعنی میگی یارو ترک بوده چرا باید ترکی زده باشه قرص استفاده میکرده شاید قفل ویتامین دی قفل آقا قرص ها رو که نمیشه قیمت گذاشت قفل 10 دلار بودن 820 دلار شدیم تا الان آه آنتی بیوتیک حالا بریم بعدی هم در بیاریم این هم که عطر زارامن سیلور به 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 ببین زارا عشقم آیا از بوی خود رنج میبرد ترکونده همه جا زارا رایحه ای خوش بابا رفت تو چشم عشقم اوت کلونه یارو عشقم این بوش بو چیه؟ خیلی خوشبوه من بچه ها تازه دارم متوجه میشم چقدر همه زارا استفاده میکنن از عطرش به عنوان حالا مثلا عطر روزانه نه حالا عطر اصلیشون بازار در بر ولی عطرش همه خوشبوان. آقایون اگر دنبال عطر خوش قیمت میگردید زارا ما بزن من بازم میگم عطر جدایی میاره نزن تو این خونه قربونت برم خیلی خوش خوبه بذار ببینم قیمتش چقدر زارا من سیلور سیلور اصلا همین میشه سیلور بزنی میاره الان برات آره دیگه این مدلش مدل سیلور پرفیومش قیمتش 40 دلاره 40 دلار پول اینه 40 دلار 850 ولی بچه خالیه ها هیچ چی توش نیست بچه ها یه دونه بند اپل واچ و اسمش چیه اینا ولی فکر میکنم خیلی دو تا کابلش تمام شد تمام شد چقدر شد 850 دلار ولی یه نکته جالب هر موقع فرهاد مثلا میره چمدون و اینا میاره بیشتر توش لباسه ولی کول پشتی و این ساکای دستی کلا کریانا چون با خودشون میبرن بالا چون خب. میدونی که مثلا آدم من خودم هم اینجوری هم راست میگی بخاطر اینکه چیزا قیمتشون رو میذارن آره چیزا قیمتشون رو میذارن توی مثلا ساکای دستی کوچیک در واسه همینه که آ تو بعد اینم باید حساب کنی یه دونه ساک آدیداس اینا خودش خیلی خوشگله. فکر کنم 50 دلار 100 دلار. نه آره مثلا 100 دلار میاد. پس یروه یه رودودن شدیم. رودودن یه. ولی اشکم اینا فقط کفش و ساعت رو میتونم استفاده کنم. چرا یه حاله ای از مو نمیدونم. کلا هر کی میاد تو این خونه آیتماش اشکم حاله خودش رو با خودش میاره. الان اصلا میبینی صاحبش یهو مثلا مرده. بعد مثلا روحش میاد مثلا یه چرا کفشای نوعی منو فرنیس بپوشید.
اینو ببین بچه‌ها، زده سرویس سال 2011 1997. 97 مگه ایسوس اصلا کار میکرده؟ اصلا این 97 که ما نه روز داریم نه ماه دیگه. بعد موبایلش هم قدیمیه. 2011 97 سرویسش سرویس شده. اون موقع دیوید رایتر بوده یا نه؟ خب آقا دمتون گرم، مرسی که ویدیو رو تماشا کردید. موبایل بچه‌ها من چکش بکنم اینا، اگر سالم بود میفرستم براتون. عشق منید، کلی عاشقتونم. دمتون گرم که ویدیو رو میبینید و حمایت میکنید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. چنل تلگرام اینجا میاد، حتما جوین بدید. اگه دوست داشتین بازم براتون کولوفوشی یا چمدون گم شده باز کنیم، حتما برامون بنویسین. خیلی دوستتون داریم. عاشقتونم. تا ویدیو بعدی فعلا خدافظ. Thank you.